صحنه 5 آگوست سال 2022 جسد با یک بیرمی مخصوص کشته شده و به خون آغشته زاکرزاده محمد جاوید توجیدین سال تولدش 1999 ساکن دیهه چارباغ نویه ورزوب را از یک مکان بی آدم در نزد کارخانه شغل بروری واقع در نویه فردوسی پیدا کردند. در نتیجه کارکرد معلومات فوری و جستجویی کارمندان میلیسه دوشنبه بایز گرم همچون گمونبر در صادر کردن این جنایت مدهش آدمکشی شهروند رحیموف سید احمد سید مومینوویچ سال تولدش 2000 ساکن شهر دوشنبه فرزند پهلوان شورتیار تاجک مرحوم سید مومین رحیموف دستگیر کرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله تاجیکستان در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخله خبر داد که در جریان پیشبرد کارهای تفتیشات معین کرده شد که گمانبر شونده سید احمد رحیموف قبلا با مرحوم محمد جاوید زاکرزاده مناسبت های مالیوی و داد و گرفت قرضی داشته. مناقشه های بین آنها و جنایت آدمکشی نیز ریشه در نوفهمی های بین هر دو در مسائل پول داشته است. سید احمد رحیموف از قبل نقشه کشتار کشیده به همین مقصد با کرد مسلح شده و روز 5 آگوست جبر دیده را مخصوص به یک مکان بی آدم و کس نگذر آورده است. در محل رزبار در نزد کارخانه شغل بروری بحث هر دو به مناقشه میپیچد و سید احمد رحیموف محمد جاوید را با 16 ضرب کرد به هلاکت رسانیده است. وزارت کارهای داخله تاجیکستان تفصیلات دیگر نداده است، ولی نزدیکان جوان کشته شده قبلا به افتنامه فرج گفتند که سید احمد و محمد جاوید امسیو بودند و سید احمد برای اون دست به جنایت زد که محمد جاوید از وی 20000 سومانی پول قرضش را طلب کرده است. مطلوبه غنی و مادر محمد جاوید روز 7 آگوست برای رادیو آزادی نیز نقل کرد که سبب مناقشه مسئله قرض بود. همان روزی که مرده پسرم را آوردند ساعت 1:02 بچه من بلیط داشت، باید میرفت ترکیه. خیری خوش کرد به رفیقش که همسیف نیز است گفت پول را دادن نتوانستی؟ میگفتی نمیتوانم. رفیقش وعده داد که میدهم. رفتیم خانه خسورم، پول را ندیم گفته بچم را 16 کور زده کشته است، افزود مطلوبه غنی و مادر محمد جاوید. محمد جاوید به تجارت مالی از ترکیه مشغول بود است. جوان بازداشت شده سید احمد رحیموف به اطلاع پیوندانش ختم کرده اکادمی وزارت امور داخلی می باشد. خانواده او در دوشنبه نخواستند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند، ولی در صحبت بدون ثبت گفتند سید احمد آداب و اخلاق خوب دارد و هیچ باورشون نمی آید که او دست به چنین کار زده است. پیوندان او ادعا کردند که مرحوم محمد جاوید برای بازپس گرفتن قرضش بارها به سید احمد تهدید کرده است. مادر جوان فوتیده این ادعا را به اساس می نامند. به ضد رحیموف سید احمد بر اساس قسم دوم ماده 104 با اتهام کشتار با بیرمی مخصوص پرونده جنایتی گشودند. بر اساس این بند قانون به او از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمربود تهدید میکند. او حالا در حبس پیشکی قرار دارد. سید مومین رحیموف که سال 1946 در دیهه چاربلوغ حاضره نویه تیمورملک به دنیا آمده سال 2009 در دوشنبه وفات کرد، نخستین پهلوان تاجیک است که سال 1975 در گشتین سامبو سزاوار عنوان قهرمان جهان شد. پهلوان نامدار در آرامگاه لوچوب به خاک سپرده شده، دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان حالا به نام سید مومین رحیموف گذاشته شده است.